شماری از باشندگان ننگرهار ادعا دارند که هنوز هم ده ها تن از باشندگان این ولایت در زندان‌های دایشیان زندانی هستند. آنان میگویند که دایشیان از یک سال بدین سو ده ها غیر نظامی را که در روستاهای زیر ادارهشان زندگی میکنند با بهانه‌های گوناگون زندانی کردند. دا معلومات نشته چې ځینې خلک ژوندي دي که مړه دي. د شپېتو اویاو پورې خلک چې ویل کېږي داسې د پچیر نه شینوارو ته انتقال شوي، دا سیران دي، بندیان دي ورسره، چې د دې د سرنوشت په خاطر متاسفانه ولایتي ادارې نورو امنیتي ادارو کوم اقدام هم تر اوسه پورې نه دی کړی. سیران یې نیولي دي، بلې کورونا خلک هم بولي دي او سربازان یې ماته چې بولي دي کورونا چې کوم په رسختۍ راشي خلکو له پکار دي چې انګېزه یې وطن او درد او احساس ځان سره پیدا کړي او د دوی په خلاف وجنګېږي. شورای ولایتی و بزرگان اقوام ننگرهار حکومت را در رهایی این زندانیان به بی‌پروایی متهم میکنند. حکومت که زیر در توان و جرات نگورم، خو در محل و در منطقه سپینگیر و در مکرر و حل و زل و سره سو زل چه دوی دای سره مجلسونه کری وعده شوی چه در خلق با من خوشی که او خو فکر کوم چه لک زندنیم شو، خو انشالله امید دیشتا چه در سپینگیر و پا حل و زل بنده خوش شی. حکومت که دا دومره توان درلودلی وی چې په داعش باندې فشار راوړی وی نو هغه ساحې به یې امن کړی وهلته به د داعش حضور به یې له منځه وړی وی. حکومت کې دا توانمندي نشته. سربازان دي هغه روز مره قرباني ورکوي، موږ افغانان هم مري. یو هغه چا ته ویل کېږي چې زیدي زري کوټې ځان له جوړې کړي، زیدي زري موټرو کې ګرځېږي، پردي بچي مري، هغو د همدې باندې هغه روان دی، همدا روزګار دی. که دغه وژل نه وي، دغه نه وي، دا څنګه کېدای شي چې دغه د څو کله وي؟ هغه کېږي د یو کال په دوران کې چې موږ د لیست اخیستې دی، څومره چې دولت ته خبر ورکړی چې دومره داعش مړ شوی، دا داعش د کومه شولو چې دومره مریمه او بیا هم دومره دي پاڅون کوونکي دي، د زرهاو نه د پاڅون کوونکو نوم هغه شوی دی. نو زیم لاسته راوړنه چی شي ته ده؟ کومه ده لاسته راوړنه؟ اما مقام های محلی ننگرهار این ادعاها را رد می کنند و می گویند که نهادهای امنیتی همواره کوشیدند تا این زندانیان را از زندان دایشیان رها سازند. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که در تازه ترین رویداد نزدیک به 20 روز پیش دایشیان 13 تن از عالمان دین را که مصروف آموزش های دینی در یکی از مدرسه ها بودند با خودشان بردند و تا کنون در بند دایشیان قرار دارند.